سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدیم به برنامه آنتن به تهیه کنندگی استاد سامان اربابی. واو! که اونجا مشغوله، ندیدین؟ و بقیه بچه تیم آنتن که اونجا مشغولن. سلام، ما الان خونه عشقم نیوشاییم و عشقتم فازمون اومد فیلم بگیریم. هیچ کاری نداشتیم، همین بیکار بودیم. سلام، ما الان در خونه نصرالله جون هستیم. باشی خدا کاری نداشتیم. فازمون اومد فیلم بگیریم. در برنامه این هفته آنتن همه با هم برابرترند. مسیح علی نژاد و محکومان فیسبوکی، حکم حکومتی و تصفیه حساب شخصی. و اکنون از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک، این برنامه آنتنه. محمود کریمی، یکی از مداحان تهران، گفت زنان چادری نیاز نمی‌بینند لاغر شوند. از فردا طرح برخورد با زنان لاغر در اماکن عمومی تهران. مجلس طرح حفاظت از جنگل‌ها را رد کرد، عوضش با دو فوریت طرح مقابله با ساپورت را تصویب کرد. طالبان به داعش پیام داد که از افراطی‌گری حذر کنید. یعنی چجوری؟ با شلاقای حریر هم دیگر رو کتک بزنن؟ با دینامیت صورتی خودشون رو منفجر کنن؟ قبل از حمله انتحاری افتر شیف بزنن؟ چجوری آخه؟ هیئت دولت سوریه حمله به غزه را محکوم کرد. تقاضا برای راه اندازی من یک سنگ پا نیست. و آموزش دینی در مدارس ایران 4 برابر استانداردهای جهانی است. ما رکورد زدیم. ما رکورد زدیم. مذاکرات فدراسیون فوتبال با کیروش شکست خورد. مذاکرات صلح اوکراین شکست خورد. مذاکرات در مورد آتش بس بین غزه و اسرائیل شکست خورد. مذاکرات هسته ایران، من نمی‌فهمم این همه دیپلمات و کیف سامسونیت و آدم خبرنگار و دوربین، اگه قرار همه مذاکرات همش هی شکست بخوره، خب تیم فوتبالتون رو بفرستیم به مساف هم به جای دیپلماتاتون. این دیپلماتا پول میگیرن میرن چیکار میکنن؟ من میخوام اینو بفهمم. پس مثلا این خانم اشتون، یکی ازش بپرسه آقا شما چیکار داری میکنی؟ 10 سال هم میرین تو اتاق، میایم بیرون، میگه مذاکرات سازنده بود، مذاکرات سازنده بود. بابا یکی باید بهش بگه. من به خانم اشتون یه بار گفتم اگه یه قانونی باشه که من با شما دست ندم، الان که توی این اتاق من و شما با هم تنهایی، اون قانون دیگه خیلی چیز نیست. اما من چرا با شما وقتی تو اتاقم تنها هم دست نمیدم؟ به خاطر اینکه یه فتوایی وجود داره که من خودم به اون فتوا متعهد میدونم که دست دادن رو با شما رو حرام میدونم. خیلی عمالی، خیلی عمالی. فتوا مهمتر از قانونه. اگه در اتاق بسته باشی کسی نبینه میشه قانونم شکون، مثلا میشه حالا برش کن یه جوره. یعنی اجرای قانون، یعنی این حرفی که ایشون زدن، این اجرای قانون برای اینه که بقیه ببینن. مگه نگه افسر نیست ورود ممنوع بند بارا، دولت حواسش نیست مالیاتو بپیچون بابا. قانون برای اینه که بیرون انجام بدی بابا، قانون انجام دادن. توی خونه فتوا مهمه. مثلا فتوا در مورد، میخوام بگم یه فتوا در مورد شبکه‌های اجتماعی. فتوا در مورد شبکه‌های اجتماعی چی داریم اونجا؟ بگرد ببین چی داریم بریز بالا. این فتوای معظم در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی فرمودن
استفاده از شبکه‌های اجتماعی مذکور هم اگر مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل، این خیلی دقیقه، بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین احتمالاً دشمن و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست. نیست. تشخیص موضوع و مصادیق تطبیق آن با قوانین و محدوده و گستره قانون هم با شخص مکلفه. یعنی شمایی که اقتدا داری میکنی به ایشون تصمیم میگیری که آقا این کاری که من دارم میکنم کار بدیه، نمیکنم، نمیرم تو فیسبوک، نه این کاری که من میکنم دارم میرم با پسرعموم نیدمش آلمانه بهش بگم مثلا حسن چطوری برای ما یه خورده قطاب بفرست. تشخیصش با شماست، یوزر، مکلف، انگلیسی تر میکنیم. Can I ask you about the internet? Yes, please. Yourself, President Rouhani, active on Twitter, Rosh Hashanah messages of goodwill, and then also a lot of very negative messages about Israel. I'm just curious more generally, that seems to be part of an effort to try to open up, to have people get a better understanding of Iran, and yet Twitter is illegal in Iran. What are you afraid of? Why not open up more? Well, I'm not afraid of anything, otherwise I wouldn't use it. Actually... But who's your... Well, go ahead, answer that. Iran is not a monolith. We have a pluralistic society where we have various opinions, various views, and we have a very large conservative population who oppose the profanity, the unethical messages that internet is used to promote them. It's not the only use for the internet, but a group, a portion of our population sees it in that light and expects the government to protect their children from that profanity and pornography and prostitution and other explicit... But that can also be used as an explanation to just quash freedom of expression and thoughts that are contrary to the rulers of the country. But that is a very serious debate. I understand where the United States comes from on that particular issue. But you need to also understand that we need to establish a consensus. Some middle ground has to emerge. Now, there are people in Iran, quite a large number of people in the government, outside the government, who believe that internet should be more readily accessible in Iran. Actually, there are more Iranians using internet than in many other countries where you do not find public sentiments about these issues. But the fact is, we need to also respect the views of that very large portion of our population, which may even be a majority. I cannot, I mean, there is no way of detecting exactly the mass of that population. ممکنه اکثریت مردم ضد اینترنت باشن آقای ظریف میگه و هیچ راهی هم ندارین که بفهمین، هیچ راهی نیست که بفهمین که مردم میخوان که اینترنت فیلتر باشه یا نه، واقعا یعنی هیچ راهی به ذهنتون نمیرسه. عجیبه، من فکر میگم شما باهوشی هستی ولی مهم نیست. سوالی که پیش میاد اینه که اگه ما از زمان میگن استفاده، یعنی تشخیص استفاده از اینترنت به عهده مکلف یعنی یوزره و آقای ظریف هم نمیترسن و شجاعانه دارن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، که خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه که رئیس جمهور، وزیر خارجه، همه بیان تو اینترنت، پس حتما مردم هم دارن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن دیگه، همه خوبن، همه خوشحالن، همه رو فیسبوک پلاسن، تو توییترن، تو اینجا همه دارن پارتی، اصلا اونجا پارتیه، هپی ساندی استی، بریم پارتی. این چیه؟ این چی بود؟ 127 سال این 127 سال زندان برای گرداندن صفحه فیسبوک، یعنی 120 این صفحه، یعنی هر صفحه کسی بگرده این، مثلا این صفحه چی؟ این هم میزن زندان صاحبه شو 127 سال برای آقای جنتی اینه، ولی این چی؟ این صفحه چی؟ این یکی صفحه، اینا که گردانندگانشون احتمالاً ساعتی فلان. حالا فهمیدین چرا بعضی نمیترسن از استفاده از اینترنت؟ چون میدونن به فتوا عمل میکنن، ولی برای بعضی دیگه قانون در موردشون صدق میکنه و البته قانون برای همه اجرا میشه و همه در برابر قانون
برابر ترن. جام جهانی تموم شد. ما قبل از چند تا از بازی‌های مهم از شما پرسیدیم که بیاین رو صفحه فیسبوک ما نتیجه بازی رو پیش بینی کنین و تعداد زیادی از بچه‌ها متأسفانه نتیجه فینال رو درست حد زدن. آقای دیاکو، خانم ونوس، آقای خوشمان، پدرام صدوق و تعداد زیاد دیگر دوستانی که مسیج دادن و خواستن که ما اسمشون تو برنامه بگیم به خاطر اینکه درست حد زده بودن. دمتون گرم، سقتون سیاه، تیم ما رو بازوندین. آقا خب یه چیز دیگه پیش بینی می‌کردی. ولی تیمتون برد، دمتون گرم، نوش جونتون، خوش باشین تا 4 سال دیگه. اما در همین جام جهانی صحنه‌ای بود که از صدا و سیما پخش نشد. صحنه‌ای که اگه پخش میشد احتمالا خیلی تحریک میشدن. مثلا این یکی، چون آتش بازی خیلی تحریک آمیزه. یا عیسی مسیح تو غروب رو صلیب، آخه کی این تصویر عفتش لکه دار میشه؟ کسی که از این تصویر واقعا یه چیزیش بشه باید بره دکتر. خلاصه اینم نشون ندادن، اینم نشون ندادن. لندن سراغ خبرساز و مسیح علی نژاد. سلام مسیح، این هفته کجای دنیا خراب شد؟ کجای دنیا خراب نشده باید بپرسیم. سلام آرش، این هفته میخوام ببرمتون سراغ خبری که سایت کلمه منتشر کرد. خبر اینه، شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در ایران به ریاست قاضی مقایسه 8 نفر از گردانندگان صفحات فیسبوک رو مجموعاً به 127 سال حبس محکوم کرده. من رفتم سراغ داریوش تقی‌پور، همسر رویا صابری نوبخت، که در این پرونده به 20 سال زندان محکوم شده و از او پرسیدم دقیقاً علت بازداشت همسرشون چه بوده.
من داریوش تقی‌پور هستم، همسر خانم رویا صابری نژاد نوبخت که برای دیدار خانوادهش به ایران رفته بود، در ایران بازداشت شده به خاطر مسائل فیسبوک کامپیوتر. ممکنه بفرمایید دقیقاً چه فعالیتی توی فیسبوک داشتن که منجر به بازداشتشون شده؟ ایشون با کامپیوتر، با فیسبوک، با چند نفر آشنا بود و جهت دیدن همین دوستاش که رفته بودن شیراز ببیننشون و خب متاسفانه اونجا دستگیر شدن. گفتن به خاطر که خط قرمز رو رد کردن، یه سری مسائل رو سرم نوشتن، یه سری مسائل رو شیر کردن که این کارو باید نمی‌کردن. 8 نفر اعلام شده تو این پرونده که مجموعاً 127 سال برشون زندان صادر کردن. میخوام ببینم برای همسر شما چند سال حکم زندان بریدن؟ بهشون گفتن 20 سال. من با چندین نفر دیگه که به دلیل فعالیت فیسبوکی براشون حکم زندان صادر شده و منتظر اجرای حکمشون هستن گفتگو کردم. جالب اینجاست که بدونید برخی از این افراد شعری رو یا نوشته و عکس و کاریکاتوری رو در صفحات فیسبوکیشون منتشر کردن که غالبا در راستای انتقاد از نظام بوده. در یکی از این حکمها که پرینتش رو به دستم رسوندن نوشته شده: حسب گزارش اطلاعات سپاه پاسداران در ایران، متهمی که بازداشت شده در فضای سایبری و مجازی اقدام کرده به نقد آیت الله خمینی یا علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی که اینها توهین محسوب شده و حتی تاکید شده که از صفحه فیسبوک این افراد عکس‌ها و کاریکاتورها استخراج شده و سپاه پاسداران به همین دلیل اونها رو بازداشت کرده. و اما این یک موضوع جدید نیست. یکی از کسایی که در همین مورد، یعنی به دلیل فعالیت فیسبوکیش بازداشت شده، مریم شفیع‌پور بود که البته ایشون فعال حقوق بشر و دانشجوی ستاره دار شناخته شده هست. او رو علاوه بر اینکه زندانی کردن، در حکمش نوشتن که بعد از آزادی 2 سال حق نداره در فضای مجازی فعالیت بکنه. یعنی 2 سال حکومت ایران مأمور میذاره تو خونه مریم و مراقبت میکنه که وقتی مریم آزاد شد برای خودش اکانت فیسبوک درست نکنه و نره پشت کامپیوتر فعالیت مجازی کنه. نمیدونم والا، به هر دلیل فکر میکنم که این رفتار ممکنه روی برخی از افراد تاثیر بذاره، چون همه کسایی که به دلیل فعالیت فیسبوکیشون دستگیر شدن، آرش، الزاماً مثل مریم فعال شناخته شده ای نیستن. بعضیاشون مردم معمولی هستن که ممکنه عقب نشینی بکنن و واکنششون متفاوت باشه. یعنی مثلا این حکم 127 سالی که برای 8 فعال فیسبوکی صادر شد، میخوای بگی هیچ کدومشون فعال سیاسی نبودن؟ آرش، فکر میکنم بد نباشه از زبان همسر رویا صابری نوبخت که به 20 سال زندان محکوم شده بشنویم که این بازداشت شدگان چه کسانی هستن. آیا همسر شما اساساً فعالیت سیاسی هم داشته؟ نه خود من، نه خانواده من، نه خانواده رویا، هیچ کدوم ما مسئله سیاسی اصلا نداریم و واقعا هم وابستگی به هیچ کم نداریم. آدم هایی هستیم که سرمون تو زندگی خودمونه، ما چون بچه دارم نمیشیم، فقط زندگی خودمونه، من و رویا، همین. این پرونده اینا 8 نفر هستن، از جوان 19-17 ساله داره بلخواه تا آدم 35 ساله، 50 ساله. اینا همشون از 7، کمترینشون 7 ساله و بیشترینشون هم 20 تا 21 سال محکوم شدن. اصلا به خدا من دیدم، یه خانمی رو دیدم برای فرزندش اومده بود، 19 سالش بود، دانشجو بود، که واقعا یه خانواده محترمی بودن، یا یه خانواده از شیراز اومده بودن که واقعا بچهشون خود، واقعا نمیدونم، چون واقعا هیچ کدومشون نمیدونستن که بخوان همچین مسائلی بنویسن، همچین اتفاقی بیفته، اصلا عمدن دست به کامپیوتر نمیزدن. یعنی من بهتون مور بدم، طوری شده که زن من کامپیوتر بذاری جلوش دیگه حالش به هم بخوره. رویا یه زن خانه‌داریه و همینطور واقعا چیزای مذهبی تو خون ماست، ولی به خاطر یه اشتباهی که کرد نباید این مجازات رو براش، چون فقط تنها ایشون مجازات نمیشه، من هم دارم مجازات میشم. من حدود 50 سالمه، رویا 48 سالشه، بخوام 20 سال زندانی بهش بدن واقعا این مشکله. مثلا ما عمرمون، ما ایرانی انقدر طولانی نمیشه که بخوایم 70 سال، بعد از 70 سال بخوایم دوباره زندگی رو شروع کنیم. واقعا این زندانی که به این 8 نفر دادم همشون رو نابود کنم. جوونی که 21 سالشه 22 سالشه میخواد زندگیش رو شروع کنه، واقعا بعد از 20 سال میشه جوان 42 ساله از تحصیلش مونده، چون 2-3 نفرشون دانشجو بودن. خب بچه 18 ساله هیچ کدوم از اینا خانم اسلحه نمیدونن چیه، هیچ کدوم از اینا واقعا بچه همین انقلابه.
برخی ها معتقد هستند که با ایجاد رعب و وحشت در دل خیلی ها میخوان فعالیت های فیسبوکی رو محدود کنن، به این دلیل که در این سالها صدا و تصویری که از فیسبوک و شبکه های مجازی به بیرون منتقل شده کاملا متفاوت از صدا و تصویری که رادیو و تلویزیون و یا رسانه های رسمی میخوان از مردم ایران نشون بدن. مثلا در همین چند وقت پیش وقتی چند جوانی که آهنگ هپی رو خوندن و رقصیدن و از خودشون فیلم در یوتیوب و شبکه های مجازی منتشر کردن بازداشت شده بودن، خیلی سریع مردم ایران اونها رو توی تلویزیون رسمی کشور دیدن که اومدن و گفتن اشتباه کردن و پشیمونن که رقصیدند و شادی کردن. کلیپی رو درست کردن و در فضای مجازی به هر حال پخش کردن و توزیع شده. به ما گفته بودن هیچ جا پخش نمیشه، فقط واسه شادی خودمون. از روز اول که فهمیدیم گفتیم سر، ولی کسی چی گفت اون آقا؟ گفت نه هیچی نمیشه. ولی فقط یک روز بعد از اینکه این جوان‌ها آزاد شدن، همان مردم ایران و بخش زیادی از مردم جهان از توی فیسبوک این چند جوان و عکس نوشته هاشون رو دیدن که کاملا متفاوت با صدا و تصویر اونها در تلویزیون ایران بود. چند روز بعد جوانهای دیگری هم به سبک همین جوانهای بازداشت شده و هپی شروع کردن به رقصیدن و شادی کردن در خیابان و فیلماشون رو در شبکه‌های مجازی از جمله همین فیسبوک منتشر کردن. خب به نظر میرسه قرار هست مردم رو در فیسبوک هم وادار کنن که خودشون رو، زندگی معمولیشون رو، آهنگ ها و جوک ها و نوع لباس پوشیدن ها و عکس انداختن هاشون رو هم سانسور کنن. برخی ها معتقدن که ترس و عقب نشینی از فعالیت فیسبوکی این فرصت رو به مسئولان و نهادهای امنیتی میده که زندگی دوگانه و دو چهره زندگی کردن از فضای اجتماعی و جامعه به فضای مجازی و سایبری هم کشیده بشه. داوری همچنان با شماست. قرار ما جمعه دیگر و خبرسازی دیگر. مسیح علی نژاد از لندن. حکم حکومتی. بی بی گل باید توضیح بده واسه چی منو دوست نداشتی. بی بی گل، این همایش ایمنی و آموزش آقای استاد لپتاپ رو باز میکنه، پریزنتیشن کنه، پاورپوینت کنه و بی بی گل میاد وسط. بی بی گون تو که منو خواستی، بی بی گون واسه چی؟ حکم حکومتی، استاد باید آهنگ پریچه رو بذاره بعد از این. حکم حکومتی، استاد باید برقصه. حکم حکومتی، این سمینار در مورد امنیت و آموزشه. امنیت و آموزش، هیچ کس نمیدونه که چجوری این ولوم لپتاپو بیاره پایین. آب بریز روش بابا، از برق بکشش بیرون. 20 دقیقه از اونجا ملت ایرونن. حکم حکومتی، موسیقی رو آزاد کنین، انقدر گیر ندین استاد مردم ضایع نشه. من مطمئنم الان خود آقای جنتی هم داره دختره فراش میش گوش میده. دختره فراش باشی، حکم حکومتی، کل آثار باستانی نابود باید گردد. اونایی رو که به علت عدم رسیدگی دولت نابود نشدن یا خود مسئولین منفجر نکردن، مثل حمام خسرو آقا در اصفهان، مسئولیتش با مردم عزیزه که منفجر و نابود کنند. عرض کنم این سنگا 9000 ساله است. سنگ های 9000 ساله در استان هرمزگان بود، خب دیگه نیست. یه شیر پاک خورده ای به یه عده میگه وسط این سنگا خلاص. اونا میرن سراغ سنگ اول، میشکوننش، بازش میکنن. حدس بزنین؟ بله، وسطش طلا نبود. هر آدم عاقل دیگه میره سراغ سنگ بعدی. شانس دیگه، مثل گل یا پوچه. سراغ سنگ بعدی، طلا نیست. سنگ بعدی، طلا نیست. همه 80% سنگای 9000 ساله رو دوستان نابود کردن که اون وسط طلا پیدا کنن. حالا مردمانی که 9000 سال پیش تکنولوژیشون در این حد بوده که نقاشیشون به این بدی بوده، چه تکنولوژی داشتن که میتونن طلا رو بکنن اون تو؟ فکر کنین. مثل اینکه طلاها خلاصه نرفته اون تو، یه جوری تکنولوژی کار نکرده.
باشا فکر می‌کنی چقدر طلا اصلا ارزشش بیشتر از یه نقاشی 9000 سال است؟ یعنی چقدر طلا باید بده؟ چند می‌خوای بریم با این طلا چی بخری که ارزشش بیشتر از یه نقاشی 9000 ساله باشه؟ شاید طلا رو تو ستونای تخت جمشید قایم کردن، تو طاق بستان، شاید چوغا زنبی میره. چطور بریم اونا رو خراب کنیم ببینیم طلا زیرش هست یا نه؟ زیر پایه‌های پل خواجو میگن یه چمدون اسکناس، بریم منفجرش کنیم. تو گنبد مسجد جامع کبیر یزد میگن یه تراول چک 100000 تومانی است. کلنگتو بردار بری. حکم حکومتی هیچ جای دنیا میراث فرهنگیشون اینجوری باش تا نمیکنن. برادر خواهر من عزیز من هموطنان عزیز، حکم حکومتی میراث فرهنگی اگه نمیدونستین ارزشش از اون پول و طلا بیشتره، مال شما نیست. حکم حکومتی زن بودن مخالف قانون است. شهرداری تهران زنان رو از مشاغل دفتری اخراج کرده. شهرداری تهران تمام زنان شاغل در سمت‌های دفتری، نظیر مسئول دفتر، منشی و تایپیست رو از مشاغل خودش اخراج کرد. چرا؟ چون فرمودن معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات بین‌المللی شهرداری تهران که کار شبانه روزی معاونین و مدیران شهرداری باعث میشه که اونام در دفتر مجبورن حضور داشته باشن و بازدیدهای مختلفی که دارن مجبور میشه که منشیان باشون برن و در این صورت ممکن است خانم‌ها اذیت شوند. خانم‌ها کار میکنن اذیت میشوند. این اصلا به این معنی نیست که خیلی شیک و مجلسی زنان جنس دوم، سوم، چهارم شهروند درجه 8 جامعه هستن. حکم حکومتی مجلس هر چه زودتر طرح ممنوعیت زنان رو کلا تصویب کنه بره دیگه. حکم حکومتی زن بودن نه تنها ممنوعه، اصلا بلکه جرمه. زنها حق ندارن برن والیبال نگاه کنن، چون همینجوری زنهای دیگه جای دنیا و مردای دیگه جای دنیا هم حق ندارن دفاع کنن از حق زن ایرانی. خطرناکترین چیز ثابت شد در لحاظ علمی برای زنها نگاه کردن والیبال. بابا تا 6 ماه پیش زنها میرفتن والیبال نگاه میکردن، چی شد یه اوقاتی کردین شما؟ الان همون هم ازشون گرفتین. دمتون گرم. حکم حکومتی هفته. در سه هفته اخیر ما چند تا حکم حکومتی داریم که یه سری ایمیل جالب در موردشون گرفتیم. یه دونه بود در مورد همجنسگرایان و مخالفت با تبعیض، یکی علیه نجات پرستی، یکی در مورد ازدواج دختران زیر 15 سال. عرض کنم که از این ایمیل هایی که گرفتیم واقعا بعضیشون نمیدونم چی بگم. یعنی بعضی از دوستان هموطنان 300 تا احمد خاتمی در پس ذهنشون هست. یه کاری میکنن مصباح یزدی یه آدم لیبرال به نظر بیاد که میخوای باهاش بری دیسکو. مادونا. یه آقای در مورد حکم حکومتی ما در مورد ازدواج زیر 15 سال نوشتن در ثانی هر دختر 10 ساله ای رو که شوهر نمیدن. من توی دفتر ازدواج از نزدیک دختر 11 ساله ای دیدم که دو برابر من و شما هیکل داشت، همه چیزم حالیش بود، شوهر میخواست. البته من خودم موافق ازدواج زیر 15 سال نیستم، ولی اگه این اتفاق افتاد اشکالی هم نداره. از نظر این دوست عزیزمون اشکالی نداره، دختر 11 ساله هیکل تو اشکال نداره، دختر 11 ساله چون هیکلش چی بگم. دوست دیگری در مورد حکم حکومتی ما در مورد نجات پرستی نوشتن، پیشتازی در سایر علوم و تکنولوژی ها مثل شرکت هگزال در صنعت داروسازی یا مرک در صنعت و فلان علم شیمی هست که باعث بالیدن به آن میشود. قدرتمندی در فوتبال هم در جای خود، چنین نژادی آلمان را میفهمد سزاوار این هست که ندای برتری سر می‌دهد. حتی این برتری در سگ‌های جرمن شپرد هم هست. من نه نازی هستم نه جرمن، اما برایشون احترام بسیاری قائلم. مقایسه آدولف هیتلر با احمدی نژاد یک توهین شرم‌آور به جناب هیتلر است. اسم استادم تو فیسبوک هست آدولف نمیدونم چی. یه آقای دیگه ایمیل زدن نوشتن که چرا به اعدام و حکم اعدام اعتراض می‌کنی؟ اعدام خیلی هم خوبه، باید درس عبرت ساخت از محکومی. از کنم دوستان، ما همه تغییراتی که دوست داریم در مملکت ببینیم از خودمون باید شروع کنیم، و جز با مطالعه، مطالعه کتاب نه فیسبوک، جز با کتاب خوندن و شک کردن به چیزایی که به خوردمون میدن نمیتونیم بریم. تبعیض بده، چه نژادی، چه جنسیتی، چه قومی. حکم حکومتی نه به تبعیض. قبل از اینکه بیاین اظهار نظر کنین توی فضای مجازی و منتشر بشه و همه آدما بتونن ببینن، یه خورده فکر کنیم این حرفای ما یک عواقبی داره. نه به تبعیض. دوستان این برنامه مقداری از مطالبش رو از خود شما میگیره، از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا کانال‌های ارتباطی ما با شماست. به این آدرس‌ها سر بزنید، به ما پیشنهاد بدید، میتونید برنامه رو از اونجا دانلود کنید. خلاصه برنامه خودتونه.
من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچهای تیم آنتن تا برنامه بعد با شما خدافظی میکنم. از شهرتون برای ما بگید، عکس بفرستید، چیزای جالبی که تو شهرتون هست برامون بفرستید. این ابتکار بچهای کرمانشاه بود، مخلص همه پهلوانان کرمانشاه. تا برنامه بعدی خدافظ.